عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این برنامه میخوام چند تا میم کوین برتر بازار رمز ارزها را بهتون معرفی بکنم. و اما قبل از اینکه وارد برنامه اصلی بشیم، به قیمت بیت کوین نگاهی میکنیم که توی این لحظات بیت کوین حتی تونست حدودای 69000 هم برسه، 69000 رو هم لمس کرد و الانم 68637 دلار داره معامله میشه. وضعیت اندیکاتوریش هم که حالت صعودی رو نشون میده. چند روز مونده به اتفاقات خوبی که برای بیت کوین، یعنی به روزرسانی که قرار اتفاق بیفته مونده. و اما خبرهای خوب بازم هست. یه خبر مثبت از شهردار آینده نیویورک به بازار رمزارزها اومد. البته این خبر ما رو دو روز پیش هستش، ولی خب تو این دو روزه تاثیر خیلی خوبی گذاشت. شهردار جدید اعلام کرد که حقوق 3 ماه ابتدایی کار خودش رو میخواد با بیت کوین دریافت بکنه و نیویورک بزرگترین قطب مالی و بانکی جهان هستش روی کار آمدن این شخص، یعنی اریک آدامز، که تو پیام توییتریش گفته این شهر را به قطب ارز دیجیتالی دنیا تبدیل خواهد کرد. خبر خیلی مثبتی تلقی شد که سبز بودن بازار تو این دو سه روز اخیر رو هم داریم میبینیم. البته یه کلاهبرداری توی بازی روی رمز ارز، بازی مرکب اتفاق افتاد. البته این چندین رمز ارز داشته، یک شما معرفی کردیم که خب حالا خوشبختانه تو اون کلاهبرداری صورت نگرفته. توی یکی دیگه رمز ارزها توی یه هفته 28 میلیون درصد رشد کرد، بعدن یهویی همه پولا رو ارزشند اصلا صفر شد، یعنی اصلا بستند و هویتشون هم ناشناس. و خلاصه گفتن که ما میخواییم بشیم بررسی بکنیم که یه کارایی بکنیم که دیگه از این نوع اتفاقات هم نیفته. ولی خب تا حال قیمت ها رو نگاه بکنید، توی اون زمان قیمت هایی هستش که تقریبا فکر میکنم بیت کوین 2-3000 دلار کمتر بود، الان خیلی خوب تونست بالا بیاد، 61000 دلار نوشته بود، یعنی اینجا بود وقتی این خبر اعلام شد. بیت کوین 61000 بود، الان به 69000 دلار رسیده. نگاه کنین این پایینش نوشته بیت کوین 61000 رو 326 دلار بود و تو 24 ساعت اخیرش هم 32% افزایش داشت. خب این خبر خیلی خبر خوبی بود برای بازار رمز ارزها و امیدواریم که در حال دوستان به این اخبارم توجه بکنن. و اما 10 میم کوین برتر وبسایت کوین مارکت کپ رو با هم دیگه اینجا می‌خوایم نگاه بکنیم. البته این الان میگیم وبسایت کوین مارکت کپ، ولی با توجه به اینکه این سایت، یعنی کوین مارکت کپ، یکی از سایت‌های واقعا برتر ارزهای دیجیتال هستش. حالا ما نمیگیم بهترین، بالاخره سایت‌های دیگه هم هستن که اونا هم خدمات خیلی خوبی دارن میدن و خب قبلا هم اینجا معرفی کردیم برخی از اونا رو، ولی خب واقعا یکی از بهترینشون همین کوین مارکت کپ. یعنی اگه که ما بگیم 10 میم کوین، 10 رمز ارز برتر وبسایت کوین مارکت کپ، یعنی یه جورایی میم کوین های برتر کل بازار رو هم داریم میبینیم. ببینید دوستان، میم کوین ها در واقع ما قبلا از لفظ شیت کوین برای اینا استفاده میکردیم. یه تعریف دیگه شون هم میم کوین هستش که خب حالا نخوان خیلی لفظ شیت را بهشون بدن و ولی خب درها شتند. حالا آخر کار بریم، اینا هنوز یه جورایی شت دارن محسوب میشن، حالا غیر از شاید یکی دوتای اولیشون که یه جورایی حالا به آلت کوین ها پیوستن چون رنگشون زیر صده و اونایی که زیر صد هست ما یه جورایی آلت کوین حساب میکنیم، ولی بازم هنوز دوچ کوین و شیبا از نظر خیلی از تحلیلگران توی دسته میم کوین ها یا شت کوین ها دارن قرار میگیرن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که برنامه های مثلا خیلی محکمی پشت این قضیه اینا نیست، مثلا بلاکچین خودشون داشته باشن، مثلا فرض کنید مثلا اتریوم و کاردانو و ترون، حالا شبکه‌های اینجوری نیستن اینا. درسته رنگ بهتری دارن و الان مثلا دوج توی رتبه 9 شیبا توی 11، ولی حالا بیشتر میشه گفتش که استقبال بازار از اینها این به اصطلاح رمزارزها رو به اینجا رسونده، وگرنه برنامه‌های خیلی درست حسابی به اینجا نرسوندتش. در حال در دسته میم کوین ها قرار میگیره. بعدی دوچ الون مارس هستش که الان رتبه تقریبا 108 تا داره، که
دوستان میتونن توجه داشته باشن. من فعلا فقط اسامی اینا و رتبه هاشون رو براتون میخونم، دیگه بررسی خودتون میتونید داشته باشین که ببینید برنامه هاشون چیه و سایت هاشون به چه صورتی هست. اینا قبلا که ما بررسی میکردیم اینا برترا هستن از چه نظر؟ از نظر اینکه رشد خوبی داشتن توی این چند وقته اخیر، یعنی رنگ خوبی رو تونستن به دست بیارن. حالا شما میگی این که 108 پس مثلا اون 99 بهتر از اینه، بله اون که 99 بهتر ازه، ولی اینو شما بس ببینید که این توی مثلا یک سال اخیر از چند رسیده به 108. مثلا میکنی شیبا مثلا چند هزار رسیده به 11. حالا مثلا شما میگی خب 5 بهتر از 11 که بله درسته 5 بهتر از 11 است، ولی اون که 5 دنیا هستش توی این یک سال مثلا از رتبه 7 رسیده به 5، از مثلا 3000 خورده که نرسیده بیاد مثلا به 5، که یعنی رشد خیلی خوبی اینها توی سال اخیر داشتن، توی یک سال اخیر. خب یکی اینجا است، سامو وایت، سام او وای ای دی 243. این یکی چیه؟ HOGE Finance، HOGE Finance Tiger King که 404، این یکی 318 بود. موناکوین که 464 هستش. کوم روکیت 561. دوجز آف الوند 583 و سیف مون اینیو که 646 که اینم خب رشد خیلی خوبی داشت همزمان با شیبا، اونم خوب اومد بالا، ولی خب ببینید شیبا خیلی بهتر تونست بیاد، تقریبا اون لوگوهاشون هم شبیه هم هستش. جالب اینجاست که اون لوگوهاش هم که ببینید 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا، اینم که از 7 تاشون از این 10 تا شکل حالا سگ و گرگ و اینجور چیزا دارن. این یکی هم انگاه هست، آره این یکی هشتا، این یکی هم یه سگیه که انگاه عینک زده. حالا غیر از این که یه دونه سی آر نوشته و این یکی که یه دونه ببره، بقیهشونش قیافه ها تقریبا توی خانواده سگ و گرگ داره میچرخه. حالا ببر هم اگه که یه جورای خانواده گربه سانان محسوب بکنیم، میشه گفتش که یه جورایی همه اینا توی این خانواده جا دارن. در حال من اسامیش رو براتون خوندم، تحقیقات و بررسی بیشتر دوستان با خود شما برید ببینید. در حال اگر شت سیزن اتفاق بیفته، ما احتمال داره که اینایی که مخصوصا رنگ های بالاتری دارن بتونن بهتر بیان. مثلا الان شیبا شاید مثلا از 11 بیاد 10 یا بیاد 9، یه زور خودش رو زده یه جورایی، ولی خب احتمال داره این یکی که مثلا 646 بیاد مثلا میشه 220، بعدا اون موقع خیلی خوب میتونه بیاد بالا. به این موارد توجه لازم و کافی داشته باشید. ممنونم از توجهتون، منتظر پیام های خوب شما عزیزان هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.